برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت حمل و نقل عراق از اختصاص 4000 اتوبوس برای بازگرداندن عزاداران امام هادی علیه السلام خبر داد. گفتنی است این 4000 اتوبوس زائران و عزاداران حرم امامین عسکریین علیهما السلام که برای زیارت و شرکت در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام هادی علیه السلام به شهر مقدس سامر را رفته بودند را به شهرها و مناطق مختلف عراق بازگرداندند. 6 سال پس از تیراندازی مرگبار در مسجد کبک که منجر به کشته شدن نمازگزاران شد، مسلمانان پنجمین هفته آگاهی بخشی را در مونترال راه اندازی کردند. در این فعالیت از مردم کبک دعوت شده تا از طریق رویدادهای فرهنگی مختلف درباره همسایگان مسلمان خود اطلاعات بیشتری کسب کنند. دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت اشراف مؤسسه امام هادی علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله پارت جدیدی از سوخت زمستانی را توضیح کرد. گفتنی است در این اقدام بشر دوستانه و نیکوکارانه سوخت زمستانی در میان بیش از 60 خانواده نیازمند و ایتام در شهرک امید سبز در شهر کابل پایتخت افغانستان توزیع گردید. فیلیپ کراپوف سخنگوی سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد طی اظهاراتی یک بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی سوء تغذیه در افغانستان هشدار داد و گفت وضعیت سوء تغذیه در افغانستان در بدترین سطح قرار گرفته است. وی در ادامه افزود در حال حاضر 7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند.